هم زبون با من بمون، هی تو هم صدا با من بخون. توی شوق پرواز من، توی شور آواز من، توی نغمه ساز من، توی تو آغاز من. هی زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره این دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره 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 نداره. خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و نازنینم در هر کجای جهان که هستید. من علیرضا عصار هستم و شما قسمت اول از برنامه کنسرتینو رو تماشا میکنید. حالا حقیقت داستان اینه که ساخت این برنامه تحقق یک آرزوی دیرینه است برای من. برنامه‌ای که اختصاص داره به اجرای موسیقی فقط و در اون بنا نیست که مسابقه‌ای باشه. گفتگو خواهیم کرد ولی اساس برنامه گفتگو هم نیست و قراره که ما اینجا از تماشا و شنیدن موسیقی لذت ببریم. خود منم بنا ندارم زیاد در طول برنامه صحبت بکنم، فقط حالا یکی دو قسمت اول هر توضیحی که لازم باشه خدمتون راجع به ساختار برنامه بگم، اونا رو خدمتون عرض خواهم کرد. در طول برنامه اگر چیزی به ذهنم رسید که بنا باشه باهاتون در میون بذارم که خب طبیعتاً خدمتون خواهم. در رابطه با ساختار برنامه ما اینجا سه تا استیج داریم. یک این استیجیه که من و پیانوم روشیم که اینجا قلمرو منه و بنا نیست کسی به روی استیج من بیاد مگر اینکه من خودم دعوتش بکنم. در سمت چپ من استیج شماره یک ماست که شما بناست که از این استیج بیشتر موسیقی های پاپ و تلفیقی بشنوید و هنرمندان درجه یک و نامداری که میدونم همشون رو هم دوست دارید روی این استیج برای شما برنامه اجرا خواهند کرد. در سمت راست من استیج شماره دو هست که از روی این استیج بناست که شما بیشتر موسیقی های جاز، راک، بلوز و این قبیل موسیقی ها رو بشنوید توسط بچه هایی که بسیار با استعدادن و بسیار قابل اعتنان، ولی خب شاید کمتر شنیده شدن یا فرصت دیده شدن زیاد نداشتن و من صمیمانه و عمیقاً آرزو میکنم که بعد از برنامه کنسرتینو این فرصت یک پنجره‌ای باشه در حقیقت براشون که شما اینها رو ببینید و بشنوید و من مطمئنم که بعد از این برنامه حتما از بین شما عزیزان یک عالمه در حقیقت تماشاچی و اودینس درجه یک پیدا خواهند کرد. آرزومه. طبیعتا وقتی صحبت از ساخت برنامه موسیقی با محور اجرا، با محوریت اجرای موسیقی میشه، خب برنامه‌های اینچنینی ساخته شده در جهان. یکی از معروف‌تریناش هم برنامه لیتر با اجرای آقای جولز هالند که از اواخر دهه 90 تا به امروز داره اجرا میشه و هنرمندان درجه یکی هم در طول این سال‌ها رفتن و اونجا برنامه اجرا کردن. خیلی هم برنامه پربیننده و خوبیه. نمونه‌های دیگر هم داره. برای اینکه مطلع باشید برنامه ما هم در همین دسته‌بندی قرار می‌گیره. خب بیشتر از این من دیگه وقتتون رو نمی‌گیرم و منتظرتون نمی‌ذارم. میریم به استیج شماره یک ما و اولین اجرا از اولین قسمت کنسرتینو رو میشنویم توسط دوست عزیز دل من آرمان گرشاسپی عزیز و قطعه زیبا به افتخار آرمان. تو تبسمی
عاشقت که از دلش حقیقی آیدت به آقا نمیابد کسی تو را به دوریت من عادت نده تو را به دستی نمی سپارم من عاشقانی ادامه دارم منم از غمم چنان دل کندم که از جنون چنین آم کندم به آقا نمیابد کسی تو را به دوریت مرا عادت نده تو را به دستی نمی سپارم من عاشقانی ادامه دارم شرق و غربم همیشه فرصت توست زیبا حقیقت دارد این با تو نزدیکی و اینجا غزل می بارد این با شراب و لبت میخانه دارد رخ تو شباهت به یک افسانه دارد به روز و به شام من اگر شمعم تو باشی کشم پر به سویم دلم پروانه صد پروانه توست سر کن شرق و غربم همیشه فرصت توست زیبا حقیقت دارد این بار تو نزدیکی و اینجا غزل میبارد این بار چقدر من کارتو دوست دارم. مرسی. خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم. خوش اومدی. مرسی مرسی. چقدر خوشحالم که همتون رو میبینم و اینکه عجب اجرایی. کیف کردم. حالا ما قراره که بعداً مفصل با هم من دعوتت میکنم بیای رو استیج من مفصل راجع به کلی سوالای چیز دارم ازت که میپرسم و اینکه گفتم بیام اینجا بهت خیر مقدم بگم به تو و همه بچه‌ها. قربونت برم. مرسی. عزیز دلم. خب میریم که به استیج 2 رفیقای قدیمی من یکی از قدیمی ترین گروه های راک ایران که خیلی هم درجه یکن خود منم خیلی دوستشون دارم با هم میشنویم قطعه درویش از گروه اوهام رو به افتخارشون سلامت با
بازآید و برهاندم از بند ملامت. راه آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. که از شهدم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و عارض قامت. که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود عشق و ندامت. درویش و کن ناله ز شمشیره احباها که این طایفه از کشت ستانن کشت ستانن. به تقریر و بیان دمزنی ازش ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. دردیش مکن ناله ز شمشیره احباها که این طایفه از کشت ستانن کشت ستانن. در خلق زن ناتش که خم ابروی ساقی برمی شکند گوشه محراب امامت امامت. افتخار بابک. سلام استاد. عزیز دلم، شهرام عزیزم. خیلی خوش اومدی عزیزم. قربونت برم بابا. عزیزم. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. خوش اومدین. خیلی ممنون. چقدر برای من لذت بخشه که در آستانه 25 سالگی تأسیس گروهتون وقتی داریم در یه همچین برنامه مهمون دعوت می‌کنیم، من میتونم دوستانم رو با افتخار در قسمت اول دعوت کنم به عنوان یکی از اولین گروه‌های راک که اینقدر آوانگارد بودین از روز اولی که کار کردین و امیدوارم که سالهای سال همینجوری درجه یک ادامه بدین. حالا منهای این که خیلی هاتون دوستای قدیمی منم هستین، خصوصا بابک، که من یه خاطره خیلی جالبی هم دارم که اینو من تعریف کنم. از بابک خاطرات زیادی داره. نه نه، این به طور خاص خیلی شهرام جالبه برام و خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت بکنم، خصوصا الان که قسمت اول این برنامه است بابک. و اون اینه که من در دهه 70 در مهمانی‌ها و عروسی‌ها می‌خوندم. یه گروهی داشتیم که من در مهمانی‌ها و عروسی‌ها ما اجرا می‌کردیم و من خواننده اون گروه بودم. این رو هم نه تنها ابایی ندارم از گفتنش که با افتخار هم اعلام می‌کنم، از همین جام محبت، احترام و عشقم رو به همه همکارام که همین الان در همین ایام توی مهمونی‌ها، توی رستوران‌ها، توی خیابون دارن ساز می‌زنن و می‌خونن و مردم رو شاد می‌کنن و از این راه دارن زندگی می‌کنن، محبت و عشقم رو بهتون اعلام میکنم و امیدوارم که در بهترین استیج ها ببینم همتون رو. و نکته جالب اینه که در یکی از همین جریانات
بابک تازه از آلمان اومده بود و توی آلمان یه گروه هارد راک داشتیم. هوی متال. هوی متال. این جریان مال 30 سال پیشه شهرام. 30 سال پیش. دقیقاً. و ما اونجا با هم آشنا شدیم. من دیدم یه پسر خوش قیافه درجه یک، یه میکسی از اد هریس و استینگ بود قیافه. چقدر فرمو. آره آره. بعد دیدم یه پسر خوش قیافه اومد و با هم شروع کردیم گپ زدن و گفت که ساز بیس میزنه و گروه داشتن در آلمان. بعد چند وقت بعد وقتی من آهنگ قدسیان آسمان رو خونده بودم، دیگه خواننده رسمی شده بودم و دنبال آماده کردن یه گروهی بودیم برای اینکه کنسرتامون رو شروع بکنیم، بابک به ما ملحق شد و یه حدود عزیز دلم یه ما تقریبا 15 سال به صورت مدام چندین بار فکر کنم بالای 1000 تا اجرا با هم داشتیم و تمام ایران رو چندین بار گشتیم و الان چه کیفی میکنم که اینجا مهمون منی. اجراتون کمتر از یک هفته سولداد نمیشد. من یادمه که هر بار عزیز دلم رکورد داری هنوز 22 تا اجرا فرنگسرای بهمن سولداد. منتظریم که خود شما بزنید ان شاء الله. خب به من ببینم بعد از 25 سال ارتباط با مخاطب چجوریه الان در این سری جدیدی که شروع کردیم. خدمتتون عرض کنم که عزیز جان خیلی عالی. اول از اینکه این گروه در این 25 سال بالاخره با شرایطی که میدونین پا بر جا مونده خودش معجزه است. خیلی متاسفانه گیتاریستی که داشتیم از گروهمون به همین دلیل سرخورده شد، جدا شد، از ایران رفت. من با گروه های دیگه کار کردم ولی در واقع با دوستان قدیمی که دوباره شروع کردیم کار کردن خیلی خوب بوده و طرفدارای نسل جدید در واقع اضافه شدن. فقط به شما بگم تو کنسرت آخری که دو ما داشتیم یکی از طرفدارامون 6 سالش بود که من باهاش عکس گرفتم. چه کیفی داره این؟ بله عکسش رو من تو اینستاگرام گذاشتم. طرفدارای خیلی کوچولو میان تا خانم آقایان محترمه خیلی سنهای بالاتر. خیلی افتخار میکنیم و ان شاء الله بتونیم ادامه بدیم. حتماً شرم یکی از با حتما نشه. مرسی. حالا وقتی این تنها رو میبینه خستگیش در میره، مضافه به این که حالا این که شما اشعار کلاسیک رو هم استفاده میکنه، این که دیگه اصلا لذتش رو دوچندان هم میکنه. صمیمانه خوشحالم که الان شما اینجا این روی استیج کنسرتینو و منم کیف میکنم و برمیگردم به خاطرات اون سال. مرسی از شما و دعوتتون و همه تیم آقا نموا و بچه های کنسرتینو. عزیزم خیلی ممنون از شما از این فرصتتون. خب میریم به استیج یک و بنشین تماشایت کنم رو با صدای آرمان گرشاسپی عزیز میشنویم. به افتخار آرمان. عمری به هر کویا و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو و شیشه عمر من، آغوش تو قربتم راوتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطرور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان به لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس ای بخت دور از دست رفت.
چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم با وطن. بازی نکن با من و سهل را، در پرده آخر آب و تشنه زن. عمری بر کویا و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. عالی، عالی. آرمان عزیزم، آرمان بیا اینجا پیش من رو استیج من یه ذره با هم گپ بزنیم. بله حتما عزیز دلم، خیلی خوش اومدی. آقا قربونتون، خوشحالم میبینمتون. مرسی، مرسی. خب آقا تو شرایط مهیاس شما هم برامون نمیخونی؟ ای جان دلم، ای جان دلم. من انقدر دلم تنگ شده برای اجرای شما عزیزم، که عزیزم، عزیزم، ایشالا به زودی، ایشالا. چقدر درخشان بود اجرای تو. قربونتون. آرمان تو از حال و هوای این قطعه درجه یک نیومدیم بیرون. من یه سوال ازت بکنم و اون اینه که یه ویدیویی از تو اومد بیرون موقع اجرای بنشین تماشایت کنم، خیلی هم وایرال شد که خیلی متاثر شدی در حین اجرا. من فرصت نشد ببینمت هیچ وقت که بعد از اون ویدیو ازت بپرسم. اینجا فکر کنم جای خوبیه که مردم هم در جریان قرار بگیرن، چون خیلی وایرال شد. میپرسم چی بود جریانش؟ موقعی که رو آلبوم کار میکردیم و اینا، با اشکان آبرون که توی این آلبوم سالیان سال با هم کار کردیم و واقعا موزیسین خیلی پسر عجیب غریبیه، بله. برای ضبط یه کاری رفتیم استودیو یه شبی و تا 12 شب طول کشید. 12 شب دیگه من گفتم بریم خونه و اینا، بعد اشکان گفت یه کار نکنیم یه ذره، یا مثلا یه ذره بر بریم ببینیم آهنگ جدیدی چیزی حس و حالی. گفتم باشه 12، یا گفت نه حالا یه ذره ببینیم چی میشه. شروع کرد به ساز زدن و مهدی پاکنژاد هم بود با ستارش و یه شعری سحر همسر من عزیزم پیدا کرده بود که از آقای مشیری بود. این شعر رو آوردم و دیدم که چقدر حس و حالم اینه الان، و شروع کردیم به زدن و ساختن و اینها. همینطور که بچه ها می زدن و من خوندم دیگه در اومد این. البته که یه تیکش به شعر آقای مشیری نخورد و ما خواهش کردیم از آقای طریقی که شعر رو اضافه کردن. خلاصه ساعت 2:30 بود، من برگشتم خونه اینو ضبط کرده بودم و آن ضبط هم کردین حالا ضبط نه حالت ماکت. برگشتم خونه و سحر خواب بود و بیدار شد و گفت که خسته نباشی چیکار کردی؟ گفتم ضبط رو انجام دادیم و سحر یه آهنگ ساختیم فکر کنم خیلی قشنگ. بعد گفت بلند شد و گفت بذار ببینم دیگه، تو ضبط گذاشتیم. و همین که شروع شد و من گفتم که عمری بر کویا و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. اینجا که رسید نگاه کردم سحر داره گریه میکنه عزیزه و به من گفت که روزی رو میبینم که به زودی که اینو منتشر کردی و ایستادی رو استیج داری میخونی، مردم باهات میخونن. حالا کات بریم رو همون کنسرتی که شما میگین. یه آن دیدم که همون حرفها به واقعیت پیوسته، همون رویاها به واقعیت پیوسته و اون حجم احساس گریبانمو گرفت و دیگه
جهان عجیبیه جهان موسیقی، برای این که الان در مورد خودم میگم، بعد این رو هم حدس میزنم که شاید به غیر از من و تو برای تعداد زیادی از همکارامونم شبیه این اتفاق افتاده باشه. برای این که من اگر به تو بگم که مثلا یک مکالمه شبیه این چند بار در طول 25 سال 26 سال گذشته ای که من حالا اون سالایش که تونستم کار بکنم چند بار بین من و نسترن همسرم اتفاق افتاده که مثلا اغلب هم همینجوری اتفاق می، یعنی مثلا 7 دقیقه طول میکشه آدم آهنگ رو میسازه و بارها شده که آره آدم با اشتیاق میاد که برای اون آدمی که دوستش داره پلی کنه و ریاکشن اون رو اول از همه ببینه. من فکر می‌کنم برای همکارامون هم حتما، حالا الزاما نه که همسرشون، بعضیا ممکنه همین حس رو مثلا به پدرشون، به مادرشون، به خواهرشون، ولی یه آدمی که دوستش داری و ارتباط عاطفی بهش داری، این نمیدونم این شکوه موسیقی، زیبایی موسیقی دقیقاً واقعا که اینجوری واقعا اتفاق میفته. هیچ وقتم این احساس رو به کهنگی نمیره، اصلا نمیره، حتی هی تازه تر هم میشه. حالا ببینم این الان توی جزو آهنگای هیتته، یعنی مخاطبینت هم همینجوری دوست داشتن؟ فکر کنم محبوب ترین آهنگ آلبومه. حالا البته جدای از ترک هایی که به صورت تک آهنگ منتشر کردم که خب فرصت شنیده شدن بیشتری داشتن، مثلا 4-5 سال پیش منتشر کردم، ولی این به نسبت خودش میفهمه. آره این واقعا فکر میکنم محبوب ترین ترک آلبوم بوده. این اولین آلبوم مستقلت بوده؟ دقیقا. حالا بعدا مفصل تر راجع به این صحبت میکنم. البته چطور حس حالت باش؟ خوشحالی باهاش؟ بسیار. اصلا همین آهنگ بنشین تماشایت کنم، ما دیگه داشتیم ضبطای نهایی آلبوم انجام میدادیم، اصلا این ترک نبود، خبری ازش نبود. میدونم. آره تا اینکه مثلا شما فکر کنین یک ماه و نیم قبل از انتشار این آلبوم اصلا این ساخته شد. جالبه دیگه. خیلی جالبه دیگه. عجیبه واقعا. تقدیری داستان. دقیقاً. همچنان ما برای اون عادی نشده این موضوع، خیلی عجیبه. بعد ببینم اون وقتی داشتی میساختی اصلا فکر میکردی که اینجوری مورد اقبال مخاطبینت قرار بگیره؟ والا من اون موقع اون لحظه خیلی خودم خوشم اومد، دیده بودم اوه واقعا اینقدر قشنگه که من دارم فکر میکنم، و اشکان و مهدی هم گفتم با خیلی قشنگه. بعد که دیگه اومدم خونه سحرم تایید کرد، مطمئن چون شدی که هیت میشه؟ یعنی چون سحر بی نهایت اهل شعر و میلیون ها شعر حفظه، اینقدر که آره تو این زمینه تو دقیقاً دقیقاً اصلا خیلی همکار ما باشه، این که کسی که کنار آدم ادبیات رو مسلط باشه بهش خیلی کمک می‌کنه. من که میگی اصلا این چهره رو داده بوده و تو روی موبایل داشتی، اصلا یک سهم بزرگی در خلقش داشته و خیلی از ترک‌های دیگه آلبوم رو هم شعراشو سحر انتخاب کرد. خب بس خیلی خوش سلیقه است، برای اینکه جدی حالا فارغ از این تعارفات میزبانی و میهمانی و از این داستان‌ها، یکی از نقاط و نکات قوت کارات اشعار کاراته که تو این ایام کمتر، نمیگم اصلا نیست، تو خیلی از همکارامون شعرهای درجه یک میخونن، ولی کمتر شاید بهش توجه شده یه زمانی، الان باز بل. داره بهتر میشه. پس فهمیدم که سحر نقشه خیلی بزرگ داشته. شعر واقعا خیلی مهمه. بله خیلی بله، خصوصا برای ما ایرانی‌ها مهمترین منبع الهام برای موسیقی واقعا. بله همینطور. چقدر بحث لذت بخش و دلچسبی بود برای من. من میگم که بریم یه قطعه از اوهام بشنویم حتما، و دوباره برگردیم بحثمون رو با هم ادامه بدیم. عزیزم، به افتخار گروه اوهام. Oh, 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 oh
من مایلم که به مطلبی اشاره بکنم خدمتتون و اون اینه که برای تهیه این برنامه و برای ساخت این برنامه خیلی ها زحمت کشیدن و شدید ما هاست که داریم کار میکنیم اینجا، اما چون این قسمت اوله و این یکی از مهمترین بخش های موسیقی در همه جای جهانه، من مایلم که به طور مستقیم اشاره بکنم به دوست عزیزم صدابردار درجه یکی، یکی از بزرگترین دلگرمی های من در ثانیه به ثانیه ساخت این برنامه تا همین لحظه است و کیف میکنم از حضورش و همکاری باهاش نام ببرم، به افتخار آرش پاکزاد عزیزم و تیم درجه یکش. آرش خیلی ممنونم بابت همه زحمات عزیزم. از طرف خودم و همه مهمانانی که به این برنامه میان تشکر میکنم که اینقدر دقیق و درجه یک صدای ما رو به گوش مردم میرسونی عزیزم، خیلی ممنونم ازت. خب آرمان، موسیقی از دید من یک جامعه جهانی محسوب میشه، حالا هر کس در موقعیت جغرافیایی خودش، ولی به هر حال با زبان موسیقی به هم متصلیم. نتیجتا من مثالهای شناخته شده تری رو میخوام بزنم چون خودم هم خیلی دوستشون دارم. این اتفاق به دفعات افتاده در گروهای بسیار موفقی که خواننده‌شون یا نفر اصلیشون جدا شده و بعد به عنوان آرتیست مستقل شروع کرده کار کردن و بسیار سوپر استار شده و بیشتر از قبل. حتی نمونه‌هایی که خودم دوست دارم مثل استینگ که از گروه پلیس جدا شده، نه که ربطی به موسیقی ما داشته باشه، حالا اینا چون خودم دوست دارم این آدما رو دارم میگم، یا فیل کالینز که از جنسیس جدا شده، جاستین تیمبرلیک که از انسینگ جدا شده. یعنی این یه اتفاقی که میفته در همه جای دنیا. حالا من میسپرم به خودت که از چه زاویه این موضوع رو میخوای مطرح بکنی، چون من خودم موسیقی های چارتار رو خیلی دوست دارم، هنوز هم گوش میدم و تو رو هم بسیار درخشان میدیدم در چارتار، همینطور که الان به عنوان یه آرتیست مستقل، به عنوان یه هنرمند مستقل درجه یک و درخشانی. من مایلم که به من و به بینندگانمون بگی که اصلا اساساً این سیر چجوری طی شده، ملحق شدن تو و شکل گرفتن چارتار و اون آثار درخشان و بعد تبدیل شدن تو به یک آرتیست مستقل که امشب روبروی من نشستی. اولا که این تماما لطف شماست، خیلی ممنون. واقعا من اون سالی که با چارتار شروع کردیم واقعا یه سری جوان 21-22 ساله بودیم که خیلی هم خب حرفه‌ای نبودیم، ولی یواش یواش چارتار باعث شد که حرفه‌ای بشیم. همه چیز من اون موقع چارتار بود و همین الان هم هست و عضو جدایی ناپذیر وجود من چارتاره. واقعا چارتار منم، من چارتارم، یعنی اصلا واقعا هیچ گونه نه جدایی میبینم نه چیز دیگری، چون همه وجودم رو من برای چارتار گذاشتم و میذارم. بسیار بسیار تجربیات تکرار نشدنی داشتم توی چارتار، و چه در پروسه تولید و خلق آثار، چه روی استیج که چه شبهایی، و این مردمی که مانند ندارن. واقعا من فکر میکنم که هم از زمان چارتار هم الان واقعا بهترین مخاطبا رو دارم، و با چارتار خیلی خیلی کارهای لذت بخشی از نظر خودم کردم و خیلی تجربیات خوبی داشتیم، تورهای بزرگ. و من قشنگ یادم اون اوایل که اولین ترکی که از گروه چارتار شد خیلی قابل اعتنا بود،
یعنی در اون زمان اصلا به قدری توجه من و میدیدم دوستان خودم که موزیک برامون جدی بود، یعنی فارغ از شغلمون شنونده جدی موسیقی هم خب هستیم هممون، بله، گوش میدیم فارغ از اینکه کی خونده و کجا خونده. بچه خوب که الان اینجوری حس میکنی راجع به، بله، این یه روندی بود که در این چند سال من طی کردم و اینم ادامه رونده است و باز هم نمیدونم که در آینده چه اتفاقی میفته، ولی من همه چیزمو برای موزیک میفهمم حاضرم بدم و شاید هم خیلی خیلی این کارو کردم تا الان، میفهمم، و از این به بعدم حاضرم حتی بیشتر از قبل این کارو بکنم، چون همه چیز من از بچگی از وقتی که چش باز کردم و یادمه من درگیر موسیقی بودم. میفهمم. من میخوام ببینم بعد از همه این از خود گذشتگی هایی که احساس میکنی که کردی و حتما هم کردی، شده هیچ وقت موسیقی ناامیدت کنه از این عشقی که بهش دادی؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. خب این کمال خوشبختیه پس. اصلا موسیقی برای من چیزی نیست که بخواد ناامیدم کنه، به هیچ وجه این اتفاق نمیفته و مثل طبیعت برای من، من هیچ وقت، یعنی شما هیچ وقت از طبیعت ناامید نمیشی، هیچ وقت از خورشید ناامید نمیشی، از گل ناامید نمیشی. موسیقی هم برای من دقیقا همینه و هیچ وقت ناامیدم نمیکنه، چون صادقانه باش رفتار میکنم، اونم خیلی صادقانه با من رفتار میکنه. لحظه هایی بوده که موسیقی یه جوری وجود و جسم و روح منو ساخته و بالا برده که شگفت انگیز بوده و یه لحظه هایی چنان خوردم کرده و شکستتم که باورتون نمیشه، ولی هیچ وقت ناامیدم نکرد. میدونی از یه زاویه برای آدمی که شغلش اینه وقتی این جواب رو به این سوال میده، نمیدونم، شاید این یک تعریف خیلی مختصر و مفید و در این حال جامعی از خوشبختی باشه برای موزیسین. دقیقاً همینطوره که در پس همه این چیزهایی که گذشته، فارغ از همه بالا و پایین‌هایی که این مسیر داشته، که از بیرون وقتی نگاهش می‌کنی ممکنه بعضی جاهاش شبیه پیروزی‌های بزرگ باشه، بعضی جاهاش شبیه شکست‌های بزرگ باشه از بیرون، ولی تهش وقتی آدم اون پازه رو می‌زنه و برمیگرده نگاه می‌کنه و این براینده احساسشه، نمیدونم، شاید برای من به عنوان یه موزیسین، به عنوان همکارت، شاید این یک تعریف خیلی واضحی از یک برشی از خوشبختی باشه. میدونم که چون به خاطر دوستیمون و به خاطر موزیکایی که ساختین و خوندین، شما هم یه همچین احساسی دارید، به خاطر اینکه شما هم بسیار صادقانه و بسیار درست و خوشحالم که اینطوری میبینیم حضور عزیزم. حالا یه مطلبی هم من بهت بگم، ما اینجا یه اتاق فکری داریم که یه کار خیلی جالبی که میکنن اینه که به من اطلاعاتی رو میدن حتی راجع به دوستام که من خودم نمیدونم، و یک چیزی راجع به تو به من گفتن، آره، یه چیزی راجع به تو که من واقعا نمیدونستم، اینو فارغ از هر چیزی واقعا که ما با هم بیان نکردیم چی رو گفتن. آره، اصلا تو به منم هیچ وقت نگفته بودی، این خیلی جالبه، و اون اینه که ما با هم کلی راجع به آکادمی و نمیدونم تحصیلات آکادمیک موسیقی و راجع به این چیزا کلی با هم گپ زدیم، ولی تو هیچ وقت به من نگفتی که مدرک مربیگری فوتبال داری. چون من فوتبالم خیلی دوست دارم، الان اصلا هیچ چنخیتی با موضوع برنامه نداره، ولی چون خیلی برام جالب بود، بعد نه تنها که مدرک مربیگری داری که تازه رفتی ارتقاش هم دادی، یعنی این دیگه بدتر هم شد. چیه جریان؟ حالا جالب میگم که آخرین دوره مربیگری که رفتم و ارتقاش دادم به قول شما، مدرک جدیدم رو گرفتم، تو همین بحبوحه ضبط آلبوم از تو گفتم بود، یعنی تو اون شلوغی ها انقدر علاقه دارم که به فوتبال هم چه من خیلی فوتبال دوست دارم به شکل. الان مدرک چیه؟ یعنی الان ارتقا که دادی چی شد؟ من الان مدرک سی آسیا رو دارم، سی آسیا، درجه سی آسیا، یعنی برعکس دی سی بی ای اینجوریه، من رسیدم به سی. چی شد؟ من متوجه نشدم، برعکس یعنی چی؟ یعنی بالاترین درجه ایه. متوجه. اینجوری نیست که از فهمیدم. البته قاعدش هم همینه دیگه. دیگه برعکس نمیشه دیگه، درسته دیگه. پس درست. بعد بهترینش باشه دیگه. اوکی. آره. سی رو گرفتم، سی رو هم گرفتم. قاعده من بدی. حتما. خلاصه این از اون اطلاعاتی بود که من واقعا نداشتم راجع به تو و برام خیلی جالب بود. خیلی گپ دلچسبی بود برای من. هر بار که با هم صحبت میکنیم، حالا خارج از این برنامه، هر بار با هم صحبت کردیم طولانی شده و خیلی چسبیده به من، ولی این به طور خاص چون از این زاویه هیچ وقت با هم اینطوری صحبت نکرده بودیم، خیلی به من که خیلی چسبید. امیدوارم سالیان سال در کنار سحر
زندگی درجه یک و همینجور عاشقانه‌ای داشته باشین و این عشق باعث شه که ما همینجور ترک های عالی بشنویم ازت. مرسی قربونتون، شما یکی از نگین های موسیقی این کشورین و ممنونم. ما کلی یاد گرفتیم از شما. ممنونم. خیلی ممنون برای این برنامه جذاب بودن کنار شما. خیلی متشکرم عزیزم، ممنونم که دعوت منو قبول کردی. قربونت برم. پس بریم بشنویم ترک بعدی تو رو. مرسی عالی قربونت. سر ببر مرا ز خاطرت نرفت اگر، ای از من بی خبر شب که آمی کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا، صدای پایت آخرین صداست، ای گریه های بعد از این خاطرم نماند شهر من کجا، تت برده بر شانه بردن است، این یقین مثل مرگ با تو روشن است، شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجای ماجرا، که خدا بغل کند مگر مرا، شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا، صدای پایت آخرین صداست، ای گریه های بعد از این خاطرم نماند شهر من کجا،
عالی. خیلی ممنون. خب برمیگردیم به این استیج تا رفقای عزیز من براتون قطعه دیر مغان رو که خودم هم خیلی دوستش دارم اجرا بکنن. به افتخار شهرام و گروهش. دهی در دست مست از می و میخاران از نرگس مستش مست در نرد سمندو شکل مه نو پیدا فز قد بلندو بالای سنو بند فست آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست چون نیست از بعدش گویم نیست با وی نظرم چون هست سوی او پیچید و وسم کمان کش گشت در رب روی او پیوست آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست چون نیست و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست چون هم به افتخار بابک آخر به چه گویم هست از خود خبر چون هست چون
مرسی. عالی گروه هام درجه یک. کیف کردم. ممنونم. کیف کردم. اجرای پرشور و پرحرارت و درجه یک. مرسی از شما. شهرام عزیزم قبل از هر چیزی خودت بچه ها رو معرفی کن. بله حتما. لطفاً. اول از همه از استاد بزرگمون شروع کنم، آقای بابک ریایی پور، نوازنده گیتار بیس. مرسی. که نزدیک 30 سال رفاقتمون ادامه داشته و 25 سال با هم ساز زدیم در اوهام، ایشالله که به 120 سالگی برسه. دوست عزیزم بابک آخوندی گیتار. بابک عزیز هم با ما کار کرده از قبل، بابک هم از 20 سال پیش با ما کار کرده، جزء تیم ما بوده و الان برگشته ملحق شده. آلی، و دوست خیلی آلی. عزیزم روزبه قلی‌پور درامز. روزبه عزیز در واقع علی رضا جان حدود 10 سال پیش ما دیگه بریده بودیم در این مسیر، خسته شده بودیم و مثل همون کاری که شما میگین منم در استودیو کارهای خیلی روزانه میکردم و زندگی بگذره فقط. میفهمم. به اصرار روزبه عزیز بود که در واقع گفت دوباره گروه ها را بندازیم و چه خوب، چه کار خوبی کردیم، این کار را ادامه بدیم و خیلی واقعا همه جوره مایه گذاشت از خودش. میخوام تشکر کنم اینجا. آره که واقعا ثبت بشه عزیزم روزبه افتخاره. حالا فارغ از تعارفات میزبانی میهمانی، واقعا امیدوارم که حضور روی استیج کنسرتینو شروع دوباره‌ای باشه برای فعالیتاتون و دیگه مدام ببینیم و بشنویم. آره واقعا. الان مشغول چه کاری هستین؟ چیزی تدارک دیدین؟ بله بله، به مناسبت 25 ساله شدن در واقع گروهمون یه آلبومی داریم منتشر می‌کنیم، اسمش 25 هست. چقدر عالی. بله، محبوب‌ترین قطعات در واقع اوهام در این آلبوم هستش که به صورت در واقع کنسرتیه که ضبط شده، لایو این آلبوم. آلبوم لایو، یعنی آهنگ‌های محبوب همه به صورت زنده اجرا شدن. همچنین تابستون امسال هم یه آلبوم جدید داریم ضبط می‌کنیم که اوریجینال با اعضای گروه منتشر شده. خودتون دارین آماده؟ بله، کسی غیر از خودتون؟ خودمون نیستیم، خودمون چهار تا هستیم. خودتون کار کردین، خودتون ساختین، خودتون تنظیم کردین؟ همیشه همیشه. بله بله. خب عالی، از همین الان مشتاقم که بشنوم. مرسی. مرسی عزیز دلم. خیلی خوب، پس بریم قطعه بعدی آرمان رو با هم بشنویم. حتما. مرسی، خیلی ممنون. من میخوام تشکر کنم از رهبر بندمون اشکان آبرون عزیزم. مرسی. بیسیستمون موزیسین فوق‌العاده دارا دارایی نازنین، درامرمون احمد عباسنیای عزیزم و الکتریک گیتار محمد علی نصری دوست داشتنی. مرسی. البته بقیه‌رم بعد از ترک بعدی معرفی میکنم. در هوای سرم حال هوای دیگر است، هرچه دارم همه است حال هوای سر است. سر بی تو سر نیست، گذر در ظلمات، نفس بی تو نفس نیست، هوا و هدر است. جای دل آتشی است، مهر تو در سینه روان، جای خون عشق تو در جان و تنم شعله بر است. میرم بی دل و بی یار،
دارم، خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست، سازگاری نکنم آب و هوای دگرم، هوای دگرم در هوای سرم، حالا هوای دگرم است، هرچه دارم همه حالا هوای سرم است، سر بی تو سر نیست، گذر در ظلمات، نفس بی تو نفس نیست، هوا و هدر نفس بی تو نفس نیست، هوا و هدر است. مرسی، مرسی، خیلی ممنون. گروه ذهیمون آقای دانیال جورابچی عزیز، مرسی. امیر نظر نازنینم، مرسی، خیلی ممنون. آقای سهراب برحمندی دوست داشتنی و ارسلان علیزاده نازنین و کنترباس عادل اصغرزاده عزیز، مرسی. و پرکاشن محمد جواد قریشی، مرسی. و نوازنده ستارمون آقای مهدی پاکنژاد عزیز، همه موزیسین‌هایی که اینجا دارن برای شما ساز میزنن واقعا به نظر من فوق‌العاده‌ن و بودنشون در کنار من برام افتخار بزرگیه. مرسی از همشون واقعا، خیلی ممنون. غرق غربتم لحظه لحظه، هر دقیقه که بی تو تی شود خسارت است، اگرچه خانه در سارت است، بمیرم که بی من چه جوریم کشیدی، به چشمت چه دیدی، برمیگردم کمی بمان، برمیگردم حتی زخمی و نیمه جان، برمیگردم حتی اگر فرشتت اهریمن شد، از دستش سرنوشتمان پوسیدن شد، بمیرم که بی من چه جوری کشیدی، به چشمم چه دیدی، چه زهری چشیدی. Thank you.
من اقیانوس رنج و کوه دردم، اگر دیگر به سویت بر نگردم، ببین روز و شبم یک قصه دارم از تو دورم. برمیگردم کمی بمان، برمیگردم حتی زخمی و نیم جان، برمیگردم حتی اگر فرشتم اهریمن شد، از دستش سرنوشتمان پوسیدن شد. برمیگردم کمی بمان، برمیگردم حتی زخمی و نیم جان، برمیگردم حتی اگر فرشتم اهریمن شد، از دستش سرنوشتمان پوسیدن شد. بمیرم که بی من چجوری کشیدی، به چشمم چه دیدی، چه زهری چشیدی. آرمان خیلی ممنونم ازت بابت شب درخشان و خاطر انگیزی که برای ما ساختی در اولین شب کنسرتینو، و از صمیم قلبم آرزو میکنم که انشالله روزهای بسیار درخشانی در انتظارت باشه عزیز دلم. مرسی، قربونتون، خیلی ممنون. شما که میدونین که چقدر برای من عزیزین، عزیز دلم بودن در کنار شما برای من همیشه لذت بخشه. خیلی ممنون از این برنامه زیبا و خوشحس که من رو هم دعوت کردین، بسیار خوش گذشت و امیدوارم که مردم هم دوست داشته باشه. عزیزم همین سره برای من مرسی. خیلی ممنون از گروه اوهام، گروه درجه یک اوهام. بچه ها خیلی ممنون برای شب پرخاطره ای که با اجرای این قطعات نابتون برای ما ساختین. مرسی و امیدوارم دائم دیگه از این به بعد ببینیمتون روی استیج. ممنون، مرسی. افتخار گروه اوهام. خیلی ممنونم از هر دوی گروه ها. یک مطلب رو خدمتتون عرض بکنم، در حقیقت دو مطلب. یک، هر آنچه که در برنامه ما کنسرتینو میشنوید، ما یک خط قرمزی اینجا داریم در این برنامه و اون اینه که به هیچ عنوان ما اینجا پلی بک نداریم. ممکنه در حد افکت و سازهای خیلی خیلی جانبی، ولی خواننده و سازهای اصلی تحت هیچ شرایطی در برنامه کنسرتینو پلی بک نمیشن و من این رو یکی از مزایای اصلی برنامه کنسرتینو میدونم. مثلا مهمونامون هم برای همین اساس دعوت کردیم. این مطلب اول. و مطلب دومی که اجراهای این دو استیج تموم شد اما هنوز یک بخش دیگه مونده. خب، اساس کنسرتینو بر پایه دیدن و شنیدن موسیقی بنا شده و اصلا به همین دلیل تیتراژ پایانی برنامه ما هم روی یک بخشی به اسم رنگارنگ میره که خودش یه فرم خاصی از اجراست که حالا خواهید دید. و یکی دیگه از مهمترین اهدافی که ما اینجا در کنسرتینو برای خودمون تعریف کردیم و اصلا شاید یکی از اصلی ترین دلایل حضور خود من در کنسرتینو هست، معرفی استعدادهای جوان و چهره‌های جوانه که بسیار با استعدادند و شاید تا الان فرصت دیده شدن و شنیده شدن رو کمتر پیدا کردن، و ما اینجا در کنسرتینو سعی میکنیم که این فرصت رو بهشون بدیم و شما رو با این استعدادها آشنا بکنیم. به همین دلیل من میخوام از اولین مهمان نوجوان برنامه کنسرتینو در این بخش دعوت بکنم که به روی استیج بیاد
بسیار با استعداده و بسیار دوست داشتنی. خواهش میکنم به افتخار سرکار خانم حنانه فدوی تشویقشون بفرمایید. خیلی خوش اومدی حنانه جان عزیزم. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. یه چیزی را من قربونت، یه چیزی را من همین اول کار بگم خدمتتون، ما اصلا به خواست خود من رسم گفتگومون اینطوره که مهمانمون میشینه من میستم، ربطی به سن و هیچ چیز دیگه هم نداره. من خودم اینطوری خواستم راحت‌ترم و اینو گفتم از الان بگم بهتون چون در آینده اتفاق میفته. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. میسی. خوشحالم که اینجا میبینم در کنسرتینو. منم خوشحالم که شما رو میبینم. عزیزم عزیزم. خب تو من شنیدم که از 11 تا 12 سالگی پیانو میزنی. بله من تقریبا همون حدود 11 سالگی رفتم کلاس پیانو دیگه شروع کردم. عزیزم. که چندی ماه بعدش دیگه یه ذره به خوندن علاقه من شدم، آرتیستای دیگر می دیدم، لذت می بردم، دوست داشتم که مثلا مثل اونا باشم. خیلی عمالی. و دیگه همطوری تمرین و اینا رو شروع کردم که این خوب. موقعیت برم پیش من. عزیزم چقدر خوب، چقدر خوب. الان چند سالته؟ 15 دیگه دارم کن کم 16 سالم میشه. خیلی عمالی. امیدوارم که حضورت به عنوان همخوان من در این برنامه باعث بشه که اگر خودت هم دلت خواست موسیقی رو بعد از این برنامه جدیتر ادامه بدیم. من میدونم به هر حال هیجان انگیز اجرا روی این استیج با موزیسین های درجه یکی که روی استیج هستن به رهبری پویا نیکفور عزیزم، موزیسین درجه یک و تنظیم کننده کاری که من و تو قرار رو بخونیم و رهبر ارکستر من پویا جان عزیزم، مراتب عشق رو خدمتتون میفرستم. میدونم که حتما هیجان انگیزه برات ولی مطمئنم که از پسش برمیای. ما قراره که با همخوان نوجوانم حنانه فدوی قطعه‌ای رو از استاد علی تجویدی با شعر زیبایی از استاد معینی کرمانشاهی براتون اجرا بکنیم که امیدوارم که دوست داشته باشید. این آخرین اجرای این قسمت از کنسرتینو خواهد بود. رنگارنگ رو فراموش نکنید و به امید دیدارتون در کنسرتینوی هفته آینده. بریم. ز سفر باز آمد شکر دهانم، ز سفر باز آمد امید جانم، ز سفر باز آمد شکر دهانم، ز سفر باز آمد. عزیزان که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی دلوش ننشیند لبخندی. چون چه یه سپیده دم چه کفته شد لبم زهن، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد. از همه شب به دمد سحر ناگهان، نگار من چنان ماه نو آمد از سفر، همچنان که عاقبت پس از همه شب به دمد سحر ناگهان،
نگار من چنان ماه نو آمد از سفر من هم پس از آن دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرست یک شاخه گل بردم ببرست دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگر است بگذشت و ببر یار دگر است وای از آن گلی که دست من بود خاموش و یک جهان سخن بود خاموش و یک جهان سخن بود گل که شهره شد به بی‌وفایی ز دیدن چنین جدایی ز غصه پاره پیرهن بود امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد دختر رو گلون میره و هم بردک بلا دختر رو گلون
ملودی